خدمت تمامی دوستان و همراهان همیشگی شرکت پرشین مایگرنت. بنا به درخواست های مکرر شما عزیزان و در راستای پاسخگویی به سوالات و دغدغه هایی که مهاجران قبل از ورودشون به کشور استرالیا با اون مواجه هستند، شرکت پرشین مایگرنت از چندی پیش شروع به آماده سازی ویدیوهای آموزشی در این راستا نموده است. من سحر هستم و امروز قصد دارم در رابطه با یکی از اولین و مهمترین سوالات مهاجران، یعنی نحوه افتتاح حساب و انتقال وجوه، اطلاعاتی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدم. در شروع لازم هست مرور مختصری داشته باشیم بر نام‌های معروف‌ترین بانک‌های فعال در کشور استرالیا. به صورت کلی بانک‌های استرالیا به دو دسته تقسیم می‌شوند. اولین دسته شامل بانک‌های تأسیس شده در خاک استرالیا می‌باشد. این بانک ها طی سالیان زیاد چه به صورت خصوصی و چه به صورت دولتی خدمات بانکی و مالی زیادی را به مردم استرالیا ارائه دادند. از مهمترین بانک های استرالیایی می توان به نشنال استرالیان بانک، کامنولت، ANZ، وست پک، بانک آف کوینزلند و بانک وست اشاره نمود. دومین دسته شامل بانک های خارجی می باشد. بانک هایی که شعبه ای از بانک های معروف سراسر دنیا می باشند و در کشور استرالیا خدمات بانکی و مالی خود را به ساکنین ارائه می دهند. از جمله بانک های خارجی فعال در کشور استرالیا به بانک های همچون HSBC، بانک آف چاینا و سیتی بانک می توان اشاره نمود. از اولین و مهمترین دغدغه های مهاجران نحوه و چگونگی افتتاح حساب در کشور مقصد می باشد. تا بتوانند به کمک آن موجودی نقدی خود را در بانک ها پسنداز کرده و به صورت شبانه روزی از دستگاه های خود پرداز، بانکداری آنلاین و پرداخت در محل خرید استفاده نمایند. برخی از بانک های استرالیا همچون وست پک و کامن ویلز به مهاجران به استرالیا امکان را می دهد که قبل از ورود به خاک استرالیا و به صورت آنلاین حساب بانکی ایجاد کنند و سرمایه و پول خود را به حساب جدید منتقل نمایند. مهاجرین جهت باز کردن حساب جدید از خارج از خاک استرالیا نیاز به نامه ویزای خود دارند. لازم به ذکر است که افراد اجازه برداشت از این حساب را تا قبل از ورود به خاک استرالیا نخواهند داشت و بعد از ورود به کشور استرالیا و مراجعه به بانک مورد نظر می توانند حساب خود را فعال نمایند. قبل از توضیح در رابطه با نحوه افتتاح حساب لازم هست تا اشاره‌ای داشته باشیم به انواع حساب‌ها در کشور استرالیا. یکی از انواع حساب‌هایی که افراد در کشور استرالیا قادر به افتتاح آن می‌باشند، ترانزکشن اکاونت و یا همان حساب تراکنشی می‌باشد. افراد می‌توانند از طریق افتتاح این نوع حساب‌ها فعالیت‌های از قبیل پرداخت هزینه‌های مربوط به خریدهای روزانه و پرداخت قبوض را انجام دهند. در برخی کشورها این نوع حساب به حساب جاری معروف می‌باشد. دومین نوع حسابی که افراد در کشور استرالیا قادر به افتتاح آن می‌باشند، سیوینگ اکاونت یا همان حساب‌های پسنداز می‌باشد. از طریق این حساب بانکی به مبالغ موجود در حساب افراد سود پرداخت خواهد شد و افراد می‌توانند از طریق افتتاح این حساب‌ها میزان پسندازهای خود را افزایش دهند. پیشنهاد می‌شود تا از مبالغ نگهداری شده در این حساب‌ها در کارهای روزمره استفاده نگردد. در برخی از این حساب‌ها محدودیت دسترسی به وجه وجود دارد و به همین دلیل اکثر افراد در کنار حساب بانکی تراکنشی حساب بانکی پسنداز هم افتتاح می‌کنند تا در صورت نیاز پول‌های خود را بین این دو حساب جابجا نمایند. در انتخاب و مقایسه بهترین حساب پسنداز در بین بانک‌های مختلف توجه به مواردی چون نرخ سود، نرخ‌های مرتبط با نگهداری حساب، محدودیت‌های تراکنش و قابلیت لینک شدن به سایر حساب‌ها حائز اهمیت می‌باشد. سومین نوع حسابی که افراد در کشور استرالیا قادر به افتتاح آن می‌باشند، ترم دیپوزیت یا همان حساب‌های مدت‌دار می‌باشد. اگر شما مقدار قابل توجهی پول دارید که احتمالاً از طریق فروش دارایی‌های خود قبل از مهاجرت به استرالیا به دست آورده اید و مایل به سرمایه گذاری با نرخ سود ثابت هستید، حساب‌های مدت‌دار برای شما مناسب هستند. در این گونه حساب‌ها مقدار زیادی پول برای مدت مشخص و سود ثابت واریز می‌شود. نحوه افتتاح حساب در کشور استرالیا. شما می‌توانید با مراجعه به یکی از شعب بانکی در استرالیا و با ارائه مدارک مورد نیاز حساب بانکی خود را افتتاح نمایید. لازم به توضیح است بعد از افتتاح حساب در موارد بعدی می توانید به صورت آنلاین حساب‌های بانکی جدید ایجاد نموده و از آن استفاده نمایید. بعضی از بانک‌های استرالیا به صورت ماهیانه مبلغی را به عنوان مینتیننس فی از حساب شما کسر خواهند کرد.
بنابراین دقت در این زمینه بسیار حائز اهمیت است که با توجه به شرایطتان بانکی را انتخاب نمایید که هزینه کمتری را برداشت کند. مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب در کشور استرالیا شامل مدارکی همچون پاسپورت و مدرک شناسایی معتبر همچون درایوینگ لایسنس، مدرکی که نشان دهد شما در چه آدرسی سکونت دارید، برگه ویزا یا همون گرانت لتر و در انتها شماره موبایلی جهت ثبت در سیستم و استفاده آنلاین از خدمات بانکی می باشد.